بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. ایام ایام عاشورای حسینی است و سال روز شهادت حضرت خامس آل عبا، حضرت سید الشهدا علیه السلام رو خدمت همه شما بینندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنم و آرزو می کنم همه ما بتوانیم از آموزه های عاشورا در زندگی خود استفاده کنیم. با برنامه کنکاش در خدمتتون هستیم با بحثی پیرامون مسائل منطقه‌ای، به خصوص تهدیدات نظامی جاری علیه عراق. از ابتدای موضع‌گیری دولت آمریکا برای حمله نظامی به عراق و حذف صدام حسین و طرح مسائلی از قبیل خلع سلاح عراق، برچیدن سلاح‌های کشتار جمعی در این کشور، بعضی از کشورهای متحد سنتی آمریکا از جمله فرانسه، آلمان و اخیراً چین به صف مخالفان اقدام نظامی آمریکا در عراق پیوستند. اما در این بین نقش فرانسه پررنگ‌تر از بقیه کشورها جلوه می‌کند. فرانسه در مقامی که برای خودش به عنوان مدعی رهبری سیاسی اروپا در نظر گرفته، در این ماجرا سعی میکنه اراده خودش رو وحک بزنه. مخالفت فرانسه با حمله نظامی آمریکا علیه عراق به حدی است که بسیاری از تظاهرات مخالفت با جنگ که در اروپا و حتی در بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیا برگزار میشه، با حمایت، طراحی و پشتیبانی سازمانهای فرانسوی برگزار میشه. رئیس جمهور فرانسه شدیدترین حملات رو به مقامات آمریکایی در سیاستهای جاری ابراز کرده و تأکید کرده است که ظرف روزهای آینده برای جلوگیری از تصویب هر قطعنامه جدید علیه عراق، احتمالاً رئیس جمهور خودش رو به شورای امنیت خواهد فرستاد. فرانسه به دنبال چیست؟ علت مخالفت فرانسه با حمله نظامی آمریکا در عراق کدام است؟ و اصولاً صفبندی جدید از طرف مخالفان اقدام نظامی آمریکا در عراق به رهبری فرانسه چه نتایجی به همراه خواهد داشت؟ اگر بیننده برنامه کنکاش باشید، سعی میکنیم به قسمت‌هایی از این مسائل بپردازیم و در این حال منتظر تماس شما با این برنامه و شرکت شما در این بحث هم هستیم. بیننده برنامه کنکاش باشید. و میهمان برنامه کنکاش آقای دکتر عباسی، استاد محترم دانشگاه، استراتژیست و کارشناس مسائل بین المللی، که قبل از هر چیز تشکر میکنم از حضورتون در برنامه. آقای دکتر عباسی، اگر ما بخوایم بحث امشب رو در مورد دکترین ملی فرانسه دنبال بکنیم و با گرایش به موضوعات اخیری که داره در منطقه میگذره و موضع‌گیری فرانسه در بین کشورهای اروپایی علیه اقدامات نظامی آمریکا، قبل از هر چیز باید ببینیم که فرانسه در صحنه علوم استراتژیک اصولاً چه جایگاهی داره و ما چه تصویری میتونیم از فرانسه در این زمینه ارائه بدیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه، هموطنان خوبمون در خارج از مرزها. تا
طبیعتاً با توجه به رخدادهای پس از واقعه 11 سپتامبر در طول یک سال و نیم گذشته و شدت گرفتن موضع‌گیری‌های اخیر دولت فرانسه در مواجهه با یکتازی‌های ایالات متحده، تبیین صورت‌بندی آنچه که ماهیت فرانسه امروز نامیده میشه بسیار اهمیت داره. اگر مدل آقای برژینسکی رو در تبیین چهره فرانسه در نظر بگیریم، ایشون معتقده که فرانسه تنها ملت ارگانیکه اروپا محسوب میشه که خب طبیعتاً وقتی ما بحث از ملت ارگانیک میکنیم باید هر ملتی سه ویژگی داشته باشه. ویژگی اول یک ملت ارگانیک داشتن سرزمین مناسبه. دومین ویژگی یک ملت ارگانیک داشتن تاریخ کامل و جامع هست و این دو مؤلفه مؤلفه بسیار مهمی هست که ما باید بهش توجه داشته باشیم از حیث اینکه در حوزه سرزمین، مثلا شما ممکنه بگید که یک چنین ملتی، ما انگلیس رو هم میتونیم نام ببریم، میتونیم آلمان رو هم نام ببریم، میتونیم از ایتالیا و اسپانیا و یونان هم که پیشینه تاریخی گسترده‌ای دارن نام ببریم به عنوان ملت‌هایی که سرزمینشون، ولی سرزمین در قاره اروپا مناسب ترین سرزمین رو کشور در واقع فرانسه داره، از چند جهت حائز اهمیته. به این دلیل که از یک سو به اقیانوس اطلس ساحل داره و از سوی دیگه در واقع بهترین ساحل رو در اقیانوس در دریای مدیترانه واجد هست. ولی اگر به ملت آلمان نگاه کنیم میبینیم سرزمینشون محصور هست در شمال اروپا و به دلیل اینکه به بالتیک محدود هست، برای خروج از تنگنای سرزمینی بایستی از دریای شمال بگذره که طبیعتاً در جنگ جهانی دوم دیدیم محدود بود، نمیتونست تردد کنه. یکی از مشکلات فضای حیاتی آلمان که دنبال این بود در جنگ جهانی دوم خودش رو بست بده، مشکل وضعیت دریاییش بود. اگر انگلیس رو بخوام مثال بزنیم از نظر سرزمین، خب طبیعتاً انگلیس جزیره ایست و بیرون از اروپاست، لذا در متن اروپا نیست که بتواند از حیث سرزمین ملت ارگانیک محسوب بشه. یونان هم بسیار پراکنده و جزیره ای جزیره ایست و ایتالیا هم موقعیت مناسبی از این حیث نداره. لذا از نظر سرزمین بهترین مؤلفه رو در اروپا فرانسه داره، از نظر تاریخ منسجم ترین تاریخ رو داره، هرچند پیشینه تاریخی یونان و سپس ایتالیا با روم، با وضعیت روم یک مقداری برجسته تر از فرانسه، ولی پویایی خودش از دست پویایی خودش رو از دست داده و استمرارش به خصوص از میانه قرون وسطا به این سو، از زمان امپراتوری روم غربی به این سو، فرانسه یک ویژگی خاصی داشته. و میمونه سومین مؤلفه، یعنی یک ملت ارگانیک سرزمین مناسب، دوم تاریخ منسجم و سوم کاراکتر ملی. کاراکتر ملی مؤلفه‌های متعدد داره. یکی از ابعاد کاراکتر ملی زبانه. زبان فرانسه یک ویژگی خاصی داره در متن زبان‌های اروپایی، هرچند قدرت فکرسازی و مفهوم سازیش به اندازه زبان یونانی و زبان لاتین و زبان آلمانی نیست، ولی به هر جهت زبان ادبیات اونجا محسوب میشه و یک زبان کامل است. دوم از نظر نژاد، مشخصه نژادی اون کاراکتر ملی تعریف میشه. تمام اینها دست به دست هم میده و یک ملت ارگانیک رو بر بستر یک قاره یا در درون یک تمدن معین میکنه. از این جهت اهمیت داره ملت ارگانیک در یک قاره یا در درون یک تمدن، که اون ملت ارگانیک میتواند یک تمدن رو رهبری و هدایت کنه. برای نمونه در درون 54 کشور اسلامی، در تمدن اسلامی با 1,200,000,000 جمعیت، فقط ایران رو در مدل‌های استراتژیک، ایران رو فقط واجد کاراکتر ملی میدانن. یعنی ایران سرزمین مشخصی داره، تاریخ منسجمی داره و ایران کشوری است که کاراکتر ملی داره، نژاد مشخص داره، زبان مشخص داره. ولی کشورهای خیلی عمیقی در جهان اسلام هستن که واجد فاقد یکی از این گزاره‌ها میتونن باشن. از این جهت فرانسه، حالا فقط اگر صرفاً در پهنه علوم استراتژیک و تأثیر گذاریش بر تحولات جهانی و تحولات منطقه‌ای از این زاویه مورد سنجش قرار بگیره، طبیعتاً تنها ملت ارگانیک اروپاست که میتواند اروپا رو در واقع به نوعی هدایت کنه، سمت و سوبش بده. و در درون تمدن غرب در واقع تنها ملت ارگانیکه، به دلیل اینکه آمریکا فاقد وجه است. آمریکا سرزمین مناسب داره، کاراکتر ملی نداره آمریکا، چون جامعه پلورال و تعدد و تکثر اقوام رو برمی تابه، نژادش خاصی مال اونجا نیست، زبان انگلیسیش در واقع استحاله شده زبان انگلیسی بریتانیایی است، تاریخی هم نداره. این نکته. از نظر گزاره های دیگه در حوزه مباحث استراتژیک، کشوری است که واجد سلاح های اتمی است، یک قدرت اتمی است، دومی که یک قدرت فضایی است،
این قابلیت رو داره در کنار سایرین در اروپا موشک آریان رو از گویان فرانسه به فضا بفرسته. سومین ویژگی اساسی که واجدش هست یک قدرت اقیانوسی است، ناوگان‌های عظیمی داره و قابلیت تحرکات گسترده داره. چهارمین ویژگی عمده‌ای که میتونیم براش بر بتابیم در عرصه سیاست جهانی، واجد حق وتو است. به عنوان یکی از پنج کشور، پنج عضو دائم شورای امنیت، صاحب در واقع حق وتو است. لذا یک ملت ارگانیکی است که در اثر اون ضربه‌ای که بعد از جنگ جهانی دوم خورد و تحقیر شد، در 1958 تا 1960 در یک مقطع دوگل تونست احیا کنه این کشور رو، و اخیراً برای بار دوم شیراک داره به یک همچین وجهه میرسونه فرانسه رو، که در واقع فرانسه این محبوبیتی که برآوردهای دستگاه‌های نظرسنجی در اروپا و خود فرانسه این هست که نزدیک به 80% مقبولیت عمومی پیدا کرده و از یک محبوبیتی در درون فرانسه مواجه شده آقای شیراک، به خاطر این هست که سیاست در واقع تقریبا مستقل فرانسه از ایالات متحده و انگلیس در این قضیه میره که اون داعیه‌های گذشتهش برای رهبری اتحادیه اروپا رو نشون بده. لذا در پهنه سیاست جهانی و علوم استراتژیک، کارکتری که میشه از فرانسه ارائه کرد یک همچین کارکتری است به اجمال. حالا آقای دکتر عباسی، فکر کنم بار سنگین یک انقلاب بزرگ تاریخ رو هم بر دوش داره فرانسه، یکی از مهمترین انقلاب ها و داشتن متحدان تاریخی که بازمانده دوره استعمار. حالا اگر اگر بخوام مثلا به این عرصه وارد بشیم در حوزه انقلاب فرانسه، به نقش انقلاب علمیش باید توجه کنیم که مهمتر از این انقلاب اجتماعیش. بله. که در اون زایده انقلاب اجتماعیش. بله. حالا به نوعی اگر این رو بخوام تبیین کنیم، به دلیل اینکه در حوزه مدرنیته، مدرنیسم و مدرنیزاسیون و سپس پست مدرنیسم، فرانسه یکی از بسترگاه‌ها و در واقع خواستگاه‌های اساسی این تفکرات است. برجهت از رنه دکارت گرفته. بله. تا در واقع افرادی مثل ژان ژاک روسو، تا اخیراً دیگه میشل فوکو، فرانسوا لیوتار و دیگران، یک سلسله‌ای از فیلسوفان، جامعه شناسان، مونتسکیو و دیگران رو اونجا می‌بینیم. در واقع تو حوزه ادبیات شاخص‌های مثل الکساندر دومای پدر و پسر و همچنین ویکتور هوگو و دیگران رو می‌بینیم. از این جهت این کاراکتر ملی، عرض کردم، در حوزه ادبیات شاخص، در حوزه مباحث سیاسی اون انقلاب فرانسه، یک انقلاب کبیر فرانسه، یک ویژگی‌هایی داشت. در حوزه گزاره‌های استعماری هم به موازات آنچه که ایالات متحده آمریکا نامیده میشه، ایالات متحده آمریکا و انگلیس نامیده میشه، کشور فرانسه هم تعداد زیادی از حوزه‌های اقماری خودش رو از زمان استعمار سنتیش حفظ کرده. و متحدانی در آفریقا، در آسیا و حتی بخشی از کانادا، کبک. حالا بله، حالا یه بخش هم ببریم توی اقیانوس آرام، در حوزه پولونزی، میکرونزی و جزایر سولومان و اون مجموعه بیش از 10,000 جزیره‌ای که در منطقه اقیانوس آرام جنوبی وجود داره، اونجا هم فرانسه نفوذ عمده‌ای داره. اما اگه بخوایم کمی نزدیک بشیم به محور اصلی بحث ما که به هر حال تحولات منطقه‌ای است، ما مایلیم بدونیم که جایگاه فرانسه در خاورمیانه کجا بوده، چه بوده، چقدر نفوذ داشته و رقابتش با که بوده. ما حضور فرانسه رو در ایران، حضور فرهنگی حداقل و حضور سیاسیش رو داریم در تاریخ، در لبنان، سوریه، بعضی از این کشورها هم آثار فرهنگی و اجتماعی حضور فرانسه هنوز مشهود است. اما فرانسه در مقابل قدرت‌های دیگه مثل انگلیس در خاورمیانه و به خصوص نزدیک بشیم به عراق چه جایگاهی داشته؟ بله، به طور مشخص همونطور که شما اشاره فرمودید، ما فرانسه رو ابتدا در تاریخ خود ایران با حرکتی که ناپلئون بناپارت در همراهی و همسویی که ابتدا به ساکن در عصر صفویه با ایرانی‌ها صورت داد و سپس در عهد قاجار به ایران پشت پا زد، با روس‌ها مراوداتی رو انجام داد و به تعهداتش عمل نکرد، می‌بینیم حضور نظامی و سیاسیش در این مقطع محدود میشه، حضور فرهنگیش برجسته میماند به موازات حضور انگلیسی‌ها و روس‌ها. اما در عرصه حرکت منطقه‌ایش به هر جهت تلقی‌های مذهبی که تنه می‌زد به حوزه عمل کشور فرانسه، بیشتر در محدوده لبنان امروز خودش رو برجسته کرد. به ویژه وقتی به دوران 60 سال گذشته میرسیم و پس از جنگ جهانی دوم، اتفاق عمومی که در این منطقه افتاد این بود که پس از اینکه امپراتوری عثمانی متلاشی شد، هر کی سهم خودش رو گرفت، طبیعتاً دست آلمان که از منطقه قطع شده بود، بریده شده بود، انگلستان منطقه رو تجزیه کرد، مرزهای خاورمیانه رو ترسیم کرد و منطقه فلسطین رو به در واقع صهیونیسم بخشید
و در واقع منطقه شامات که حوزه عمومی سوریه و لبنان محسوب میشه این در اختیار فرانسه باقی ماند. همچنان منطقه عمومی فرانسه در خاورمیانه و جای پای اون و در واقع پاشنه‌ای که اونجا مستقر هست، حضور عمومیش همچنان به ویژه دولت مارونی در کشور لبنان هست. و از این زاویه نگاه کنیم، یک حرکت عمومی هم در خاورمیانه داشت زمان آقای ناپلئون بناپارت که به مصر رفت، اونجا بعداً دوام نیاورد اون حضور و بعداً اون حضور و جایگاه سنتی رو کشور انگلیس اشغال کرد. اما امروز همچنان قوی ترین و به اصطلاح باثبات ترین حضور رو از فرانسه در محدوده شامات میبینیم، به ویژه در کشور لبنان که از نظر طیف گرایش سیاست سنتی متأثر از سیاست عمومی فرانسه هست و از نظر سیاست عمومی تعریف میشه در چارچوب سیاست بین الملل فرانسه. حالا اگه به عراق برسیم، من فکر میکنم بر اساس اطلاعات ناقص خودم فرانسه حضور تاریخی در عراق نداره به خاطر انگلیس. مثلا بله به خاطر اینکه قبل از انگلیس عثمانی ها بله. و بعد بلافاصله انگلیس بله. ها و تقسیم عربستان و اردن و عراق بین یک بله. خانواده و حضور انگلیس خیلی قوی بوده. حضور فرانسه رو ما چیزی در حدود 20-25 سال اخیر میبینیم که بیشتر در زمینه سرمایه‌گذاری، قراردادهای نظامی بله. و امثال این هاست. این منافع و این حضور چقدر ریشه دار شده در عراق؟ خب عراق در یک مقطعی به خصوص بعد از عبدالسلام عارف و زمانی که بعثی ها روی کار اومدن، به خصوص شخصیت صدام، یک شرایط استثنایی و انحصاری به وجود آمد که این نکته خیلی نکته مهمی است. فرانسه به نفت این منطقه چشم ویژه داشت و منابع نفتیش از این منطقه تأمین میکرد. تموز یک و تموز دو راکتور اتمی بود که فرانسه به عراق فروخت و در جنوب بغداد اینها احداث شدند. راکتور اتمی تموز یک رو اگه خاطرتون باشه در 1981 اسرائیلی اومدن بمباران کردند و ارتباط به اصطلاح اولین ارتباط گسترده اتمی فرانسه که بیرون از مرزهای خودش در واقع در یک کشور عربی در حال تأسیس راکتور اتمی بود. عنایت داشته باشید این رقابتی بود بین فرانسه با آلمان که آلمان دو سه سال قبل از اون تصمیم داشت در ایران راکتور اتمی در بوشهر ایجاد کنه. لذا در یک رقابت پایاپای بین فرانسه و آلمان که این در ایران و اون در عراق در حال ایجاد در واقع تأسیسات اتمی بود، این وقت تأسیسات توسط اسرائیل بمباران شد و اون قرارداد هم در واقع ملغا شد. دیگه قرار شد که به عراق به دلیل اینکه تهدیدی برای اسرائیل تلقی میشد کمک بیشتری نشود و آمریکا داشت میومد جای پای خودش رو توی عراق تثبیت کنه. ما از این مقطع به بعد یک حرکت عمومی رو میبینیم در تسلیح سلاح‌های غربی به جای سلاح‌های روسی در کشور عراق، یعنی ساختار یا پا به پای سلاح‌های بله. روسی تا حد بله ساختار سلاح‌های روسی عراق روسی بود بله. و به جای اینکه هواپیماهای آمریکایی و انگلیسی یا تانک‌های آمریکایی و انگلیسی اونجا موضوعیت پیدا کنه، ما می‌بینیم که هواپیمای سوپر اتاندارد رو که امتحان خودش رو در جنگ مالویناس پس داده بود بین کشور آرژانتین و انگلیس، این هواپیمای سوپر اتاندارد رو با موشک‌های اگزوستی که حمل می‌کنن برای توازن منازعه جنگ نفتکشا در منطقه به عراق دادن که نفتکشای ما رو بزنه که بالغ بر 330 نفتکش رو عراق از ایران، کشتی تجاری و نفتکش رو از ایران زد که تقریبا در اون موازنه ایران بالغ بر بیش از 400 فروند در واقع این قضیه تلفات و خسارت در واقع این کشتی‌ها بود که 330 فروند رو با این تجهیزات زدن در حوزه سوپر اتاندارد. هلیکوپترهای سوپر فرلئون، هلیکوپترهای گازل، اینا محصولات فرانسوی بود که در اختیار میراژ این اواخر تعداد میراژ 2000 از 1982 83 هواپیمای میراژ 2000 به عراق تحویل داده شد و سیستم های تاسیسات توپهای زمینی فرانسوی که در یک مقطعی یک انعطافی به ساختار عملیاتی عراق بخشیده بود، ناوچه‌های موشک انداز و تاسیسات دیگه. لذا می‌بینیم که غربی سازی ساختار نظامی عراق در یک مقطعی به همونطور که شما فرمودید به موازات ساختار تسلیحاتی که روس‌ها بهش می‌دادن، هواپیمای میگه 25 میگه 29 سوخوی در مدل‌های مختلف و سیستم‌های موشکی پیشرفته، فرانسه در تجهیز عراق ید طولایی داشت و 25 میلیارد دلار به گزارش برابر گزارش اخیر بی بی سی 25 میلیارد دلار در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران کشور فرانسه تسلیحات فقط به عراق فروخت و جاپای کاملا محکمی داشت، تشریک مساعی داشت با آمریکا و سایر کشورها در اینکه جلوی پیشروی انقلاب اسلامی رو به قول خودشون بگیرن و به این بهانه به ایران عراق حمله کرده بود، اینا تامینش می‌کردن. لذا جای پای
جدیدی داره همونطوری که شما اشاره فرمودید در عراق و سرمایه گذاریش هم در حوزه نفت عراق گسترده بود. اخیراً هم مجدداً توتال اونجا، توتال فرانسه، برای عقد قرارداد وارد شد. در طول دورانی که این محاصره علیه عراق صورت گرفته و بحث نفت در برابر قضا مطرح شده بود توسط سازمان ملل، به خصوص در مقطع یک سال اخیر 650 میلیون دلار حجم صدور کالا به خصوص در حوزه دارو و آنتی بیوتیک و غیره به کشور عراق بوده. لذا فرانسه به هر جهت یک منافع خاصی رو اینجا برمیتابه و حضورش هرچند نوپاس در این منطقه و ریشه عمیق گذشته نداره، اما در موازات با کشور کویت، کشور امارات، عربستان و سایرین که به اونها هم تانک، هواپیما، تجهیزات دیگه فروخته، یکی از همکاران سنتیش در منطقه عراق بوده و برای خودش حق و حقوق قائله در این منطقه. حالا پا به پای فرانسه که شما دقیق تشریح کردید، آلمان هم سرمایه گذاری ها و منافعی داشته، انگلیس هم تلاش هایی کرد، از جمله اون توپ معروف سوپرگان که 45 متر طول لوله بود، اون رو که هرگز به بغداد نرسید، و بسیاری تجهیزات دیگر. اما آقای دکتر عباسی، امروز ما بین آلمان، چین، روسیه و فرانسه به عنوان چهار کشوری که مخالف اقدام نظامی آمریکا در عراق هستند، یک وجه مشترک می‌بینیم و اون منافعی که این کشورها برای خودشون در عراق تصور می‌کنند. به نظر می‌رسه که آمریکایی‌ها قصد ندارند در آینده عراق نقشی به این چهار کشور و بعضی کشورهای دیگه احتمالاً بدن. بله. و یا اونها رو از منافعی که در اونجا سعی کردن تحصیل بکنن محروم بکنن، سهمی در صنایع نفتی نمیخوان بدن، اینجور به نظر میرسه. البته در کنارش تحلیل‌هایی هم هست که نه، این کشورها واقعاً به خاطر صلح و انسان دوستی و اینهاست که مخالف اقدام نظامی هستن، که البته ما این رو در جنگ ایران عراق ندیدیم. بله. این احساس و این انسان دوستی رو. واقعا تحلیل شما چیست و فکر میکنید حالا فرانسه به طور مشخص حقیقتا به چه دلیل است که مخالف اقدام نظامی؟ من مخالفت جدی فرانسه رو در طول چند ماه اخیر رصد میکردم، چون به هر جهت من معتقدم که تمدن غرب ماهیت یک پارچه داره به دلیل تفکرات اومانیستی و یک تلقی های مدرنیستی که از نگاه و جهانبینی که دارن شاید در ایدئولوژی ها تعارضاتی بینشون باشه، ولی به هر جهت ماهیتشون یک پارچه است. اما چرا این اختلافات به وجود آمده؟ وقتی به ارزیابی این مسئله میپردازیم متوجه یک نکته دیگه میشیم. تنها کشوری که تمام تخم مرغ‌های منافع ملی آیندهش رو در خاورمیانه نگذاشته فرانسه است. یعنی ژاپن امروز مجبور همراهی کنه با آمریکا، استرالیا مجبوره، انگلیس مجبوره، اما شما میبینید که کشور فرانسه این کارو نکرده. فرانسه در یک ماه اخیر یک تحرک گسترده در همون حوزه که شما اشاره فرمودید، یعنی حوزه کشورهایی که منافع مشترک و در واقع مستعمره های سابق فرانکوفیل ها، احسن، در حوزه فرانکوفیل ها یک حرکتی رو صورت داد، نشستی رو در بیروت در یکی از به اصطلاح پاشنه های عمومیش در خاورمیانه و سپس اصل جلسات رو در خود فرانسه دنبال کردن و شما شاهد بودید که جهتگیری سیاست بین المللی فرانسه از خاورمیانه به سمت آفریقا معطوف شد. اتحادیه آفریقایی که به موازات اتحادیه اروپایی از سال جاری، از سال گذشته میلادی، یعنی سال 2002 میلادی تولد خودش رو آغاز کرده و داره بست میده خودش رو، بیشترین موازنه رو در واقع نسبت به قدرت انگلیس که با بخش قابل توجه از این کشورها که مستعمرش بودن ارتباط داشته و مثل با کشورهای مثل رودزیا، زیمبابوه، رودزیا که آقای رابرت موگابه اونجا هست، و کشورهای مثل آفریقای جنوبی که ارتباطشون رو وقتی تو حوزه آپارتاید قطع کردن یک مقدار تأثیر انگلیس اونجا محدودتر شد، فرانسه میره که به عنوان رقیب جدی در آفریقا باز بیشترین سهم رو بر بتابه. شما همین سفر اخیر آقای ژاک شیراک رو به الجزایر ببینید، کسی که 40 سال قبل در اونجا یک ستوان ارتش بود و جنایت‌های ارتش فرانسه در الجزایر از یاد مردم نرفته بود، امروز در مورد مسائل اخلاقی اونجا بحث نمی‌کنه. امروز وقتی وارد صحرای سرزمین الجزایر میشه اون مردم براش کف و سوت میزنن به دلیل اینکه مسلمان هستن و ایستایی کشور فرانسه، و ژاک شیراک رو در مقابل آنچه که جنگ آمریکا و خط و نشانهای نظامی آمریکا علیه کشور در واقع عرب حالا و به نوعی اسلامی تلقی میشه، از این جهت ارزیابی میکنن. لذا یک مقبولیتی نه تنها در درون خاک فرانسه، بلکه همین مقبولیت رو در درون کشورهای
عمومی آفریقا هم برای خودش ایجاد کرده. پس اولین دلیل عمومیش این هست که در واقع فرانسه جهتگیری سیاست خارجیش رو از خاورمیانه به سمت آفریقا معطوف کرده، پس همه تخم مرغاشو اینجا نگذاشته تو سبد خاورمیانه. دومین کاری هم که کرده، حالا قدرت چانه زنیش بالاست. این امکان برای آلمان نیست، چون آلمان حق وتو نداره. آلمان عرض کردم کاراکتر ملیش مخدوشه، تاریخش. اما خیلی نکته مهمی است که بدانیم حالا دیگه فرانسه وقتی که کمتر محدود کرده جهتگیری سیاستش، یعنی گام اول سیاستش آفریقا، گام دوم جهتگیری سیاستش خاورمیانه، لذا قدرت چانه زنیش در این منطقه بالاست و امتحان هم کرده. همونطوری که شما دیدید در مراوده اقتصادی با ایران، پتروپارس در کنار گازپروم و بله بی‌اعتنایی کامل آمد و قرارداد آمریکا. حالا من اینجور نتیجه میگیرم از فرمای شما تا اینجا که در حقیقت فرانسه از عراق داره به عنوان سکوی برای تأمین منافعش در بقیه نقاط جهان و به راه انداختن یک چالش جدی در برابر ادعاهای تک تازی آمریکا در که در حوزه تک قطبی جهانی استفاده می‌کنه. خب تا بحث رو با شما ادامه بدیم، بیننده عزیزی در ارتباط هستن، من خدمتشون حالا به وقت تهران شب بخیر عرض می‌کنم. خواهش میکنم که خودتون رو معرفی بفرمایید، صداتون رو بشنویم. الو؟ بله بفرمایید، خواهش میکنم. الو سلام، من امین هستم از آرمان. خیلی متشکر، خواهش میکنم بفرمایید. ببخشید من الان محرم و همه شما تسلیت میگم. متشکر. من فقط یک سوال کوتاه داشتم از آقای دکتر، میخواستم بپرسم نیروی وتو یعنی چه؟ نیروی وتو، حق وتو، حق وتو. بله حق وتو رو فرمودید. بله. شما چند سالتونه؟ من 14 سالم هستم. ماشاءالله فارسی رو خوب صحبت می‌کنید. دقیقاً چیزی که به سیاست دارم واسه همین رو میخواستم بدونم. خیلی متشکر از توجهتون به برنامه. حتما باز بیننده برنامه ما باشید در هفته های آینده. های دکتر برای ایشون حالا حق به تو رو خیلی سریع بفرمایید. من خدمت این هموطن خوبمون سلام عرض میکنم، امیدوارم که انشالله موفق و معید باشید در خارج از مرزها و امیدوارم که انشالله در آینده یک سیاستمدار خوب، یک کارشناس مسائل سیاسی خوب باشید. و بحث‌های سیاسی خشنه، من تعجب می‌کنم شما در وقت حوصله می‌کنید این بحث‌های ما رو می‌شنوید، ولی به هر جهت به انتخاب شما تبریک میگم. امیدوارم انشالله که گفته میشه ایرانی‌ها همیشه زیاد، افراد ایرانی زیاد سیاسی هستن، حتی نوجوان‌ها هم این رو ما داریم می‌بینیم. حق وتو حقی است که در سازمان ملل متحد به 5 کشوری که بعد از اینکه سازمان ملل متحد در ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد، در همین شهر نیویورک، به 5 کشوری که در واقع ارکان اصلی سازمان ملل بودن حقی داده شد متمایز از سایر کشورها، که اینها اگر قانونی اونجا تصویب شد میتوانن یک طرفه مداخله کنن و این رو در واقع بهش رأی ندن و اگر رأیشون غیر ممتنع بود بتوانن در واقع این رو کان لم یکن تلقی کنن. ساده ترش به این معناست که بتونن در واقع وقتی فرض کنید الان قرار میشه به عراق حمله کنن، اینها اگر فرانسه یا چین یا انگلیس یا آمریکا یا روسیه، یکی از این 5 تا کشور اگر اراده کنه تصمیم بگیره که با عراق جنگی صورت نگیرد، یعنی اجازه اون جنگ رو سازمان ملل باید صادر کنه، اگر این به اون قطعنامه رأی نده و اون قطعنامه رو در واقع بایکوت کنه، اون قطعنامه تعطیل خواهد شد و وتو اعلام میشه. این حق وتو به زبان سادهش برای شما از این منظره 5 تا کشور، یکی چینه، انگلیسه، کشور فرانسه است، آمریکاست و کشور روسیه. این 5 تا کشور این حق رو دارن. بعد اون 10 تا عضو دیگه هم هستن. آمریکا الان از 15 تا کشوری که هستن برای اینکه بتواند به عراق حمله کنه مجوز اگه بخواد از سازمان ملل بگیره و اگه قرار باشه گوش کنه به حرف سازمان ملل، بایست این 15 تا رأی رو جمع کنه که 9 تا رأی هم باشه. الان 9 تا رأی هم کافی است، مشروط بر اینکه کسی وتو نکنه، به شرط اینکه کسی وتو نکنه. اما الان فرانسه اعلام کرده من احتمال داره که وتو کنم و چین و روسیه هم به همین نسبت. حالا من یه مطلب خوب دیگری هم خدمت شما بگم، چون علاقمند بودید. در تاریخ سازمان ملل متحد از بعد از تأسیس تا امروز روسیه 120 بار از حق وتو استفاده کرده، آمریکا 76 بار، انگلیس 32 بار، چین 4 بار و فرانسه 18 بار استفاده کرده، که حالا در حقیقت
باید ببینیم این بار هم استفاده خواهد کرد از این حق یا نه. خیلی متشکر. ارتباط دیگری هم داریم آقای دکتر. سلام عرض میکنم خدمت بیننده دیگری که در ارتباط با ما هستند. خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید. صداتون رو بشنویم. بله الو. سلام عرض میکنم آقای عبدالرشیدی و خدمت دکتر عباسی هم سلام عرض میکنم. من رضاوندی هستم. بله جناب آقای رضاوندی، حالتون خوبه؟ متشکرم. شما چطور هستید؟ خیلی خوشبختیم. مدتی صدای شما رو نشنیده بودیم. بفرمایید در خدمتتونیم. بله صدا میکنم آقای دکتر. سلام عرض میکنم. سلام علیکم. خسته نباشید. خیلی متشکرم. ممنون. من قبلا هم در تحلیل هایی که داشتم در ارتباط با مسائلی که در اروپا داره میگذره و به خصوص مسئله جنگ صحبتایی کردم. واقعیت این هستش که به اعتقاد من جهان به سوی یک پارچگی پیش میره. قبل از اینکه اتحادیه اروپا تشکیل بشه من این مسئله رو یه مقدار پیش بینی کرده بودم. اتحادیه اروپا شکل گرفت به خاطر اینکه به تنهایی زورش به آمریکا نمیرسید. واقعیت این هستش که آمریکایی‌ها به تنهایی میتونن همه بازارها رو بگیرن. اروپایی‌ها یکی شدن که بتونن در مقابل ایالات متحده بیستن. فرانسه مظهر نمایندگی میکنه مجموعه اروپا رو در ارتباط با مخالفتش با جنگ. فراموش نکنیم که در بریتانیا هم فقط آقای بلر هست که با آقای بوش موافقت میکنه و همراهش هست. خود مجلس، خود مردم علیه این جنگ هستن. به این خاطر که جهان نمیتونه دیگه یک اتحادیه یک نیرو رو بپذیره. نه تنها اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا داره شکل میگیره و پولش رو هم که میدونید الان رایج هست. اتحادیه آسیان شکل خواهد گرفت، اتحادیه آمریکای جنوبی شکل خواهد گرفت و در نهایت اتحادیه ایران و کشورهای همسایه‌اش حتما شکل میگیره. ایالات متحده امریکا فقط در این راستا هست که اصرار میکنه، اصرار میورزه به بهانه‌های گوناگون که بخواد مداخله کنه به وسیله نیروی نظامی که مانع از گسترش شکل‌گیری این بلوک‌های اقتصادی بشه. بله، این واقعیتی که به نظر من هست. کاملا تحلیل شما قبلا هم شنیده بودیم، تحلیل مهمی است، قابل توجه. تشکر میکنم آقای رضاوندی به خاطر تماستون با برنامه. خدمت بینندگان عرض کنم که آقای رضاوندی مدتی پیش در تهران بودن و در جشن سال روز تأسیس جام جم در جشن ما حضور داشتن، اونجا زیارتشون کردیم. آقای دکتر، حالا اظهار نظر آقای رضاوندی رو هم که شنیدیم، برگردیم به بحث اصلی خودمون. اینکه یکی از احتمالات این است که آمریکا با وجود مخالفت فرانسه یا به طور کلی شورای امنیت دست به حمله نظامی علیه عراق بزنه و احتمال دیگر هم این است که شورای امنیت نهایتاً اونجور که آقای کولین پاول امروز گفتن با آمریکا هم داستانی بکنه. سوالی که هست اینه، آیا در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق که قطعاً بار سنگین عملیات نظامی رو آمریکا بر دوش خواهد کشید، سهمی و نقشی برای فرانسه، البته کشورهای دیگه هم مطرحه ولی حالا بحث ما فرانسه است، در آینده عراق متصور خواهد بود؟ هر قدر که این رو خود استراتژیستای فرانسوی هشدار دادن به دولت آقای شیراک که هر قدر در واقع حرکت مستقل فرانسه به مرحله لجاجت آمریکا صدمه بزنه، اگر احیانا آمریکایی‌ها در پس آنچه که منازعه بین عراق و آمریکا تلقی میشه، بین صدام و آمریکا و بعد از حذف صدام در آینده عراق، هر قدر امروز فرانسه بیشتر پافشاری کنه، قطعاً اون روز در مخالفتش با آمریکا قطعاً اون روز کمترین سهم رو خواهد داشت. این هشدار رو دستگاه‌های فکری مراکز مطالعاتی فرانسوی به دولت فرانسه دادن، اما دولت فرانسه از بعضی نکات اطمینان داره که گام مطمئن برمی‌داره. اولاً همونطوری که عرض کردم، عمده جهت‌گیریشو داره می‌بره به یک سمت‌های دیگه در سیاست منطقه‌ای و جهانیش که کمترین در واقع صدمه رو بخوره اگر یک چنین، چون بالاخره این سیاست جهانی در واقع یک قماری است که داره بازی میشه، اون قمار هم بر سر منافع ملی است. لذا پس اولین گزاره این. دومین گزاره اینه که فرانسه اطمینان نسبی داره که آمریکا برای بعد از صدام طرح مناسبی نداره. وضعیت آمریکا برای بعد از صدام شکننده است. نه هنوز کاراکتر خاصی رو برای جایگزینی صدام داره، نه اگر طرح تجزیه عراق در دستور کار باشه آمریکا این قابلیت رو داره که بتواند به شکل عمومی اداره کنه عراق رو. مک آرتوریزه کردن و اینکه یک مک آرتوریسم رو اونجا بگذاره، یک جنرالی رو بگذاره مثلا تامی فرانکس یا کس دیگر رو اونجا بگذاره و بخواد به نیابت از
در واقع دولت آمریکا اون جنرال اونجا رو اداره کنه، این هم با توجه به اینکه گروه های مسلح متعددی در اون منطقه وجود دارن، زمینه بست و گسترشش در واقع وجود نداره. لذا فرانسه یک مقداری با اطمینان گام برمی‌داره. این اطمینانش هم از این جهت هست که برای بعد از حذف صدام میدونه آمریکا طرحش خیلی محکم و منسجم نیست، لذا مطمئنه اگر که صدام حذف بشه قطعا آمریکا موفق شده باشه، به این نسبت موفق شده باشه و اونجا رو تصرف کرده باشه و این گروه های معارض رو به این شکلی به قدرت رسونده باشه، مثل همین آقای کرزای توی افغانستان، اون روز پای فرانسه به حداقل منافع در حوزه نفت، در حوزه سرمایه گذاری، در حوزه سازندگی و در آینده منافع ملی فرانسه صدمه جدی خواهد خورد. اما این هشدار رو فرانسوی ها خیلی جدی نگرفتن، به دلیل اینکه برای آینده عراق مطمئنن هنوز که آمریکا طرح منسجم و مناسبی نداره. خب باید دید که ظرف روزهای آینده به خصوص فردا و پس فردا اگر قطعنامه مطرح بشه فرانسه چه خواهد کرد. صدای بیننده دیگری که در ارتباط با ما هستن میشنویم. سلام عرض میکنم، خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید. سلام علیکم، شب شما بخیر. شب بخیر. من قطعی هم از آلمان صحبت میکنم. خیلی متشکر، بفرمایید. میخواستم در رابطه با این عقد ویتو از آقای دکتر سوال کنم که این چند کشوری که اینا فرمودن که چندین بار از عقد ویتو استفاده کردن، آیا نتیجه داشته یا نه؟ و عقد ویتو مثل این که یک کشور رو محکوم میکردن قبلن، آیا هم به همین شکل پیش میره؟ نه که میتونم از عقد ویتو خود به شکل سمر بخش اتفاده کنم. بله، خیلی متشکر. آدی تو بفرمایید، بیشتر منظورشون این که حالا این حق به توها به کجا رسیده در طول اثر بخشش. ببینید، حق به توی که مطرح میشه، حق به توی یک خط قرمزی است که سیاست این 5 تا کشور رقم میزنه. به این معنا که یه خط قرمزی آمریکا در سیاست خارجی خودش داره، فرانسه در سیاست خارجی خودش داره، چین، روسیه و انگلیس در سیاست خارجی خودشون دارن اون خط قرمز رو. اگر از اون خط قرمز تصمیمات سازمان ملل بخواد عبور کنه و به ضرر سیاست خارجی این کشورها بشه، این کشورها حق دارن که وتو کنن. فرض کنید اسرائیل در حوزه سیاست خارجی آمریکاست، بخشی از امنیت ملی آمریکاست. ادعای خود آمریکا اینه که اسرائیل بخش از امنیت ملی ماست. هرگاه قطعنامه‌ای علیه اسرائیل در سازمان ملل به تصویب برسه، آمریکا این رو عبور از خط قرمز منافع خودش و امنیت خودش تلقی میکنه، میاد این رو وتو میکنه. پس این که آمار و ارقامی که جناب عبدالرشیدی قرائت فرمودن، این آمار و ارقام تعدادش به این معناست، یعنی تعدد و تکثری که شما دیدید به این معناست که قطعنامه‌هایی در سازمان ملل مطرح شده در شورای امنیت و اون قطعنامه اگر تصویب میشد، خط قرمزهای سیاست این 5 تا کشور رو در هم میشکست و به ضرر این کشورها و اقمارشون میشد. لذا یک طرفه میان وتو میکنن و اثر اون رو خنسا میکنن. اثر بخشی این نزدیک به در واقع 230-240 تا وتوی که در سازمان ملل صورت گرفته در توسط این 5 تا کشور از این جهت، عمده قطعنامه هایی که شورای امنیت سازمان ملل علیه اسرائیل تصویب کرده، تمامشون بلا استثنا توسط که مخاطره آمیز بوده برای اسرائیل، توسط آمریکا وتو شده. خب ببینید این میزان اثر بخشیش برای اون کشورها. لذا بله اثر بخشی داشته، ولی برای کی؟ فقط برای اون کشوران صاحب حق وتو. البته الان آلمان مدعی این هست که بهش باید حق وتو داده بشه، کشور ژاپن مدعی این هست که باید بهش حق وتو داده بشه، استرالیا ادعای حق وتو داره، کل جهان اسلام و در واقع سازمان کنفرانس اسلامی در واقع ادعا داره که حداقل کل جهان اسلام باید حق وتو داشته باشه. تنها تمدنی که واجد این قدرت در حوزه حق وتو در عرصه کلان نیست فعلا جهان اسلام و تمدن ژاپن. حالا یه نکته هم اجازه بدید من اضافه کنم که درست است که حق ویتو و استفاده از اون مانع بعضی تصمیم گیری ها در سازمان ملل در شورای امنیت شده تا به حال، اما ضمانت اجرایی برای استفاده از راه های دیگر نداشته و از طرفی استفاده از حق ویتو برای کشورها یک نقطه ضعف هم بله. به حساب می آمده. ضمن اینکه اقدام سلبی است دیگه. اقدام سلبی است و نشان بله انفعالی است. سلب میکنه بله. و نشون میده که شما یک تنه میخواهید در برابر رأی عمومی شورای امنیت بیستید. برای همین است که الان فرانسه تلاش میکنه که کشورهای آنگولا، شیلی، پاکستان رو هم داستان کنه که نیازی به استفاده از
حق وتو نباشه، چرا که در این آمار دیدید روسیه 120 بار از حق وتو استفاده کرده که نشان دهنده ضعفش در عرصه دیپلماسی و خیلی متشکرم. حالا اون مطلبی که من در مورد آینده فرانسه در عراق سوال کردم، این بار به نوع دیگری باید بپرسم. اگر فرانسه موفق بشه در این مقطع جلوی اقدام نظامی آمریکا رو در عراق بگیره و یا حداقل بتوانند مانع از تصویب قطعنامه دیگر، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، که راهگشای حمله نظامی باشه بشه، حتی اگر حمله نظامی برخلاف تصویب شورای امنیت هم صورت بگیره، بله، جایگاه فرانسه در اروپا در بین کشورهای عضو اتحاد اروپایی چگونه خواهد بود؟ آیا اون مقام رهبری و مقام پیشتازی رو به دست خواهد آورد یا نه؟ اولین اتفاقی که در این صورت خواهد افتاد، همون که میدونید رسانه ها هم چند روز اخیر اعلام کردن که ژاک شیراک داره کاندیدای جایزه صلح نوبل میشه. هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته، یعنی جلوی جنگ رو نگرفته، اما در اثر اینکه در تمام کشورهای دنیا ملت‌ها راهپیمایی میکنن علیه جنگ، بیانیه میدن، همونطوری که شما خاطرتون هست همین دیروز در کشور انگلیس، امروز در کشور انگلیس یکی از وزرا استعفا داده به خاطر همین مسئله در مخالفت با آقای بلر. لذا در یک چنین شرایطی آقای شیراک داره به یک چنین چهره‌ای در واقع تبدیل میشه. وزیر امور خارجه‌ش هم که امروز در کشورهای آفریقایی مربوطه دنبال این بوده که بتونه این مسئله رو حل کنه. این نکته وجود داره که فرانسه داره میره که در همراهی با آلمان اتحادیه اروپا رو به یک اتحادیه دفاعی تبدیل کنه، استقلال در واقع ناتو تنه اروپایی رو یک مقداری گسترده کنه. این اقتدار سیاست رو در اونجایی که اجازه نداد فرانسه به همراه آلمان و دیگران ترکیه جذب بشه درون در واقع اتحادیه اروپایی، دیدیم این اقتدار رو که هر چقدر آمریکا فشار آورد در واقع فرانسه نپذیرفت، چون به هر حال منافع ترکیه در آینده در اروپا رو هم می‌خوره. لذا خیلی جدی فرانسه اگر بتواند جلو این جنگ رو با این اقداماتش بگیره، مطلوبیتش در جهان و محبوبیت جهانیش، هر قدر آمریکا در اثر یک تازیش و در حمایتش از رژیم صهیونیستی در جهان اسلام و در تمام کشورهای دنیا داره مطلوبیتش از دست میره و افکار عمومی دارن بهش بوش و به کاراکتر عمومی آمریکا دارن به عنوان یک چهره منفی نگاه میکنن، نفرت داره از آمریکا بالا میره، برخلافش ملت فرانسه، کشور فرانسه و رئیس جمهور فرانسه برای یک پروسه زمانی فرض بفرمایید مثلا 10 تا 20 ساله مطلوب ترین کشوری که واجد قدرتی است که قدرت حامی محسوب میشه، جلو جنگو تونسته بگیره، صلح طلب بوده. از این جهت شیراک داره یک بازی خیلی ظریفی رو صورت میده. اگر موفق بشه این کار رو به نتیجه برسونه، که یک مقداری خب با توجه به اقتدار آمریکا تو این عرصه و همراهی انگلیس و استرالیا و اسپانیا که زیر گوشه اسپانیا در واقع آقای ازنار زیر گوشه ژاک شیراک هست، یک مقداری باید احساس کنیم که گرهارد شرودر باید بیشتر از اینی که هست مایه بذاره و کمک کنه آلمان به فرانسه تو این اقداماتش. ولی به هر جهت ادعای رهبری اروپا در آینده قطعی خواهد بود و اون موقع فرانسه ای که اینقدر قدرت داشته باشه در عرصه سیاست جهانی قادر خواهد بود اروپا رو ارتقا بده و اروپا ارتباطش با بقیه جهان به ویژه با جهان اسلام به عنوان یک کشور صلح طلب که تونسته جلوی یک جنگ ویرانگر منطقه ای رو بگیره بالا خواهد بود و در منافع آینده این کشورها سهیم خواهد بود در مسئله مراودات اقتصادی، نظام بازرگانی و سایر گزاره‌ها. لذا فرانسه میره که به عنوان یک کشور تکیه‌گاه برای ملت‌هایی که از چنین اقدامات برخوردار نیستن و در طول دو سال گذشته دولت جورج دبلیو بوش عمیقاً یک تازیر در عرصه سیاست جهانی ارائه کرده که یک آنارشیسم سیاسی رو به ارمغان آورده، میره که به یک چهره مطلوبی تبدیل بشه. این رو باید هنر عملیاتی آقای ژاک شیراک و تیم سیاسی همراه ایشون تلقی کرد و اگر موفق بشن این کار رو به نحو خوبی در عرصه سیاست جهانی معماری کنن، ما شاهد این خواهیم بود که در این کشورهایی که میرن این نظام تک قطبی مورد نظر ایالات متحده رو در این حوزه منازعات سایبرنتیکی به چالش بکشن، فرانسه یک سر و گردن از روسیه و چین در این نزاع عرصه سیاست بین الملل جایگاه ویژه تری پیدا کنه. حالا یک بعد دیگه هم قضیه داره و آن که در زمانی که قدرت مطمئن نظر پاکی
در جهان که کشورهای در حال توسعه بتونن بهش اتکا کنن وجود نداره، چون شما گفتی در زمانی که جنبش عدم تعهد دیگه موضوعیتی نداره. خیلی بله. از این اتحادیه‌های و حتی سازمان ملل از در ضعیف‌ترین شرایط خودش سر می‌بره که احتمال داره در آینده متلاشی بشه. بله. در چنین شرایطی فرانسه میتونه به عنوان نقطه اتکا مجموع ضررهایی که حالا بله. گفته میشه 60 میلیارد دلار بله. گفته میشه در عراق و این منطقه از دست خواهد داد، در عرصه دیگری بتونه دیگه در طول 20 سالی که شما اشاره کردین و شاید کمتر یا بیشتر تأمین بکنه. و اما نکته دیگری که میمونه این است که حالا رابطه آمریکا با متحدانش در آینده فردای بعد از عراق چگونه رقم خواهد خورد. آمریکا به قصد تصرف منابع نفتی عراق و استفاده انحصاری از اون داره پیش میاد، بله. اما متحدانی رو از جمله فرانسه قطعا از دست خواهد داد. چین و روسیه در موضع دیگری بله. قرار میگیرن و آلمان هم به هر حال در اروپا مجبور با فرانسه. چون فرانسه چنین مشکلی که مثلا چین داره نداره. چین مشکلات خاص خودش رو داره، کشور در واقع روسیه به دلیل اینکه بایستی به مسئله تجارت جهانی بپردازه، بحران چچن رو داره، ولی مشکلاتی که چین و روسیه و دیگران دارن فرانسه چنین مشکلاتی رو نداشته. از این جهت یک گام خیالش راحت‌تره. حوزه منافع عمومیش رو هم برخلاف چین و روسیه که آمریکا کاملا در کنار مرزهای اونها قرار گرفته، فرانسه چنین مخاطراتی رو هم نداره. لذا می‌بینیم که یک مقداری آزادتر با فراغ بال بیشتری داره جلو میره. گرهارد شروع دارم یک مقداری با احتیاط داره این همراهی رو صورت میده و اگر آلمان و فرانسه موفق بشن این یک تازی آمریکا رو خونسا کنن، ما بایستی شاهد یک جهانی باشیم که در تنه اروپایی، تنه در واقع قاره‌ای خاک اروپا که انگلیس رو بیرون از اون فرض کنید، ما در آینده این چالش رو جدی است. خب اسپانیا برای اینکه این رو بتونه خونسا کنه اومده به کمک آمریکا. خیلی متشکر. آقای احمد بیننده عزیز ما از آلمان هم زنگ زده بودن، میخواستن اظهار نظر بکنن در مورد اوضاع شمال عراق. متاسفانه دیگه وقت ما تموم هست و ما مجبوریم برنامه رو به پایان ببریم. ضمن این که من این رو عرض بکنم خدمتون که فرانسه در اروپا از حمایت خیلی کشورهای دیگه از جمله بلژیک که فرانسوی زبانه، که فرانسوی بخشی زبان از سوئیس برخوردار بله. هست و این حمایتی که داره از فرانسه در اروپا هم ابراز میشه نقطه اتکا خیلی قوی برای آقای ژاک شیراک هست. باید ببینیم انشاءالله تا برنامه بعد که در خدمتون هستیم شاید گوشه هایی از اوضاع کنونی که بحث شد روشن‌تر شده باشه. تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. شب بخیر. آقای دکتر خیلی متشکر. خیلی ممنون. بحث خوبی شد. مثل همیشه وقت کم آوردین.